دست به دامن ابر استراتژیش نظام دکتر بزنبادر هستیم برای درمان احتمالی دردهای عدیده مقام عظما. اما چون میدونم که از دکترم آبی گرم نمیشه، میخوام به پاسدار بسیجی نظام بگم جان مادرتون، ارواح هر کی دوست داره نریزین. فکر کردین من خودم بدبختی نظام حالیم نیست؟ فکر کردین نمیدونم عظما و حاجی روحانی چطور زیر منگنه تعطیل کردن و نکردن شهرها له میشن؟ فکر کردین شعورم نمیرسه که دادگاه بلژیک فقط محاکمه اصل اسدی بیشعور نیست؟ سر تا پای نظام محاکمه میشه؟ حالیمه، ولی میگم در برابر مشکلات واسید. نشد بشینید، نشد بخوابین. شاید مشکلات خودشون به رحم بیان و برن، وگرنه راه دیگه به ذهنم نمیرسه. خیالتون راحت کنم، به ذهن ایشون هم نمیرسه. اگه میرسید به جای اینکه کتف مظلوم منو زیر ضرب بگیره، تا حالا یه بار یه راه حل داده بود. داستان اصلی رو دور میزنم و بحثی از فشارهای خورد کننده از پایین بر سر مسئله تعطیل نکردن شهرها نمی کنم. نمیگم که استعفای ملکزاده و دعوای مجلس و فحش و فضیحت‌های جناها به هم از چیه. آفرین، اصلا بحثشو واز نکن، منم سربسته میگم. فهمیدی یا نه؟ بدبختی اینجاست که عظما نمیخواد دست کنه تو جیب، روز به روزش بدتر میشه. درد خفگی رو کشیده باشی حال عظما رو میفهمی. ولی بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که صابخونه سنگین وزن مرسی هیکل بالا 120 دوزره که شب اومده بود خونشون گرفت، نشست رو سینه دوزه به عیالش گفت برو پلیس بیار. زنه این پامپا کرد گفت دمپایام نیست. دوزه از اون زیر که داشت دست و پا میزد گفت با دمپای من برو، زود باش مردم کج نده. روشن شد یا همیشه بشینم رو همین میز رو سینت روشنت کنم؟ نه آی دکتر، هر چی میخوای روشن کن رو سینه نشین. برم سر سوال بعدی، چرا محاکمه از طلاع اسدی دیپلمات بمب دست اونقدر عظما رو ترسونده؟ فوقش یه دیپلمات اونو به جرم تروریسم میندازن تو هولوف دونی دیگه. خوبه که میخوای قضیه رو کوچیک نشون بدی، ولی نتونستی پسش بر بیای. من اون ببین همیشه میفهمودم بزن باهادون، عرض میکردم بله، میفهمودم مشنگه میخواست خبر مرگ یکی رو به فک و فامیلش بده، زنگ زد گفت بیاین فلونی کمی کسالت داشت بردیمش سردخونه. روشن شد یا جلو در سردخونه واسه قرار بذارم؟ نمیشه بهش چند تا راهنمود مؤثر بدن که بفهمه تو دادگاه چی بگه؟ بفهمه؟ بابا طرف زیر دست ظریف شوت بوده، بعد تو میگی بفهمه؟ راهنمود نمیفهمه که. ولی بابایی همیشه میفهمودم بزن باهات، عرض میکردم بعد میفهمودم مشنگه داشت از دست یک مرسی هیکلی در میرفت که کتک نخوره، رفیق جلو پاش ترمز کرد گفت بپر بالا، اینم شروع کرد دو سه بار بالا پایین پری تا مرسی هیکلی رسید گردنشو گرفت کشون کشون برد. از وقتی سلامی قرارگاه کنترل قیمت را انداخت قیمت ها دو سه برابر شده. فکر کنم نمیفهمه که قیمت ها رو باید بیاره پایین، فکر کرده باید ببره بالا مثل موشک. آخه موشک هم که نتونست ببره بالا ناچیز، نخود هر آش که نیست، مگس هر استغفر الله. یه روز قابلمه دو قطبی میگیره دستش دنبال ویروس، یه روز زیر دریایی اختراع میکنه که میره اون زیر دیگه نمیاد بالا، یه روز هم اقتصاددان میشه قیمت کنترل میکنه. اروید اول مشنگ نظامه، خودش هم میدونه. یه بار یکی بهش گفت خیلی گاوی، اینا برگشت گفت به جا نیوردم، شما نه کجا میشناسین. حالا چرا این مشنگ رو گذاشتن فرمانده سپاه؟ همچه میگه انگار آدم های عاقل همینجوری جلومون صف کشیدن تا ما انتخاب کنیم، همین هم فردا گیرمون نمیاد. من اون مبوی همیشه میفهمودم بزن باهادو، عرض میکردم بله، میفهمودم مشنگه سوار اتوبوس شد با اینکه خالی بود وسط اتوبوس میلر گرفت وایساد. شاگرد شوفر گفت خب صندلی خالی هست چرا نمیشینی؟ طرف گفت نیم ساعت دیگه نگاه کن همینم گیرت نمیاد. آقای دکتر یه نامه داریم با اسم مستعار ار، اکیداً درخواست کرده اسمشو نیارم، گفته یه نسخه استراتژیک برام بنویس که دارم از ترس قیام سکته میکنم. تا گفتی ار فهمیدم که ابراهیم رئیسیه، لازم نبود خود ار ارش هم بخونی. مشنگ فکر کرده نسخه استراتژیکی از اون دواهاست که از گوش درد تا میخچه پا رو خوب میکنه، فرقم نمیکنه کدوم بدبختی تو داری میگی. و
خانوم آبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بعد میفهمودن پیرمرده با نوش رفته بودن داروخونه تا داروخونه چی روشو کرد اونور پیرمرده دست کرد یک بش قرص برداشت همه رو انداخت بالا نوه گفت بابا بزرگ خطریه تو که نمیدونی این قرصا مال کدوم مرزن پیرمرده گفت مال هر مرزی باشن من دارمش روشن شد یه همچه بذارم که تو هم یه مرضی پیدا کنی بری داروخونه آقای دکتر توی نامش نوشته هر نسخه ای که برای بدبختی مقام عثمان نوشین برای منم از همون بدید آخه مقام عثمان خودش کلکسیون بدبختی داره من چه میدونم این کدوم یکی رو میخواد مرحوم ابوی همیشه میفهمودم بازم بهادر عرض میکردم بله میفهمودم مشنگه رفت داروخونه گفت از همون شربتی که قبلا به بابام دادین یکی به من بدید داروخونه چی گفت آخه اینطوری که نمیشه باید اسمشو بگی مشنگی گفت علی نقی روشن شد یا همچی بذارم که دیگه این دفعه صاحب بدبختی بشی بری داروخونه آیه دکتر الان که نظام همه جور قفل شده چرا حاجی روحانی اون کلید گندهشو نمیاره اون که کلید نبود کلنگ بود که خورد تو سر نظام تو بدبختی نظام به درد کشکم نمیخوره مرحوم ابوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودم مشنگه ساعت 3 بعد از شب رسید دم در خونش هر کاری میکرد نمیتونستید کلیده رو بکنه تو سوراخ کلید از سر و صداش در همسایه بیدار شدن داد زدن کلید بندازیم واسه مشنگه گفت نه بابا کلید دارم سوراخ کلید بندازیم روشن شد یا کلید بدادم واسه آقای دکتر قبلا وقتی خودمو میذاشتم جای مقام عظما وسط انواع بدبختی ها گیج میشدم که از چی بترسم ولی الان راحت معلوم از چی باید ترسید ترس داشت مرگه ولی ترس از قیام داداش بزرگه است آره من خودم شاهد بودم که سلمونی موقع اصلاح سر مقام عظما بهش گفتش که فعالیت براندازی خیلی بیشتر شده نه؟ دوباره یه دقیقه بعد گفت دیگه موشک هم نمیشه بهشون زد یه دقیقه بعد دوباره برگشت گفت هر روز از چند تا شهر خبر عملیاتشون میرسه خیلی ناجوره نه مقام عظما کوره در رفت گفت چه خبر همش از این سوالات مهلک میکنی از من سرمونی گفت من منظوری نداشتم ولی هر وقت اسم براندازا میاد موهاتون سیخ وای میسه راحت میتونم اصلاح کنم ای دکتر با این بحثتون موهای منم سیخ و میشه نمیشه از این بحثا نکنم من اگه از این بحثا نکنم از کی میگم آقا قربونت برم مقام عظمای فلک زده بعد میخوام آشپزی برم